بسم الله الرحمن الرحیم. استادان بزرگوار، شاگردان عزیز، دوستان ارجمند، خوشحال هستیم که باز در خدمت شما عزیزان قرار داریم. از طریق پروگرام تلکاست یا آموزش از راه دور، با امیدی که درسها برای شما مفید تمام شود، میریم به طرف درس از ریاضی صنف دهم به ادامه درس قبلی، صفحه 167، علامات نسبت‌های مثلثاتی. علامات نسبت‌های مثلثاتی. صفحه 167. خب دوستای عزیز، مهمترین درس و با اهمیت‌ترین درس مثلثات همین درس است که ما باید نسبت‌های مثلثاتی را علاماتش را بفهمیم در چهار وجه. خب سوال اینجاست، نسبت‌های مثلثات چی بود؟ همون ساین الفا و کوساین الفا و تانجانت الفا و سیکنت الفا و کوسیکنت الفا و کوتانجانت، این میشه نسبت‌های مثلثاتی. ما باید اینمی اشارات یا علاماتش را که مثبت هستن یا منفی در وجه اول چیستن، در وجه دوم چیست، در سوم چیست، در چهارم چیست، اینه میره 100% آدم باید یاد داشته باشه، چون اکثر مشکلات در علامی اینمی نسبت های مثلثاتی پر میارن که امروز ما به طور خلاص میره با تون میگم. دوست عزیز ببینیم، ما اگر دستگاه کمیات وضعی را در نظر بگیریم به این شکل، چهار تا اجره را برای ما دستگاه کمیات وضعی نشان میده. وای تبر محله تقاضی شد، اینی حجره حجره اول، این حجره حجره دوم، این حجره سوم و یا حجره چهارم. این حاله ما چی بفهمیم که در حجره اول کدام نسبت های مثلثاتی مثبت است، در دوم، در سوم، در کدامش مثبت است، در کدامش منفی. به طور فشرده باید اطلاع بفهمین دوست عزیز که در وجری اول تمام نسبت های مثلثاتی ساین الفا، کوساین الفا، تانجانت الفا، کوتانجانت الفا، الفا دیگه منظور از زاویه است، الفا، تیتا، ای، بی، هرچ که بود، سیکنت الفا و کوسیکنت الفا، شش نسبت مثلثاتی داره. تمام اینمی ها در اجره اول علامیشان مثبت است. علامیشان چیست؟ مثبت. در کتابتان بزرگتر از صفر، بزرگتر از صفر را مثبت مانند ایچ، چی بزرگتر از صفر چی مثبت، ایچ تفاوت ندارد. خب در اجره دوم چطور؟ در اجره دوم دوستای عزیز بجاز استثناس ساین الفا سرچپیش، سرچپیش ساین الفا چیست؟ کوسیکنت الفا. اینمی دوتا مثبت است، دیگرا چهار تایش که باقی میمونن علامیشون منفی است. چی باقی ماند خیلی؟ کوساین الفا علامیش منفی، تانجانت الفا علامیش منفی، سیکنت الفا علامیش منفی، کوتانجانت الفا علامیش منفی. یعنی در وجری دوم با جز ساین الفا و سرچپیش که کوسیکنت است مثبت است، دیگر کلش چهار نسبت دیگی مثلثاتی علامیش منفی است. در اجره سوم دوستای عزیز دینجا تانجانت الفا و کوتانجانت الفا دو تا نسبت، تانجانت الفا و سرچپیش کوتانجانت الفا، این همی دوتا مثبت است، دیگر رو کلش منفی. چیست دیگه خیلی؟ ساین الفا منفی، کوساین الفا منفی، سیکنت الفا منفی و کوسیکنت الفا منفی. انشاءالله فراموش نمیکن. درست؟ میبارو اجری چار، در اجری چار بجز کوساین الفا و سرچپیش سیکنت، این همی دوتا مثبت است، دیگرانش کلش منفی. چی منفی؟ ساین الفا منفی، تانجانت الفا منفی،
کوتان جان تلفا منفی و بالاخره کوسیکن تلفا منفی. انشالله که دوستای عزیز ما فراموش نمی کنند که در حجره اول کلش مثبت، در حجره دوم بجز سای و کوسیکن که مثبت دیگر را کلش منفی، در حجره سوم تانجان تو کوتانجان مثبت دیگرش منفی، و در حجره چهار کوساین و سیکن مثبت دیگر کلش علاماتشان منفی است. این جای چیزی بسیار مهم و با ارزش هست در مثلثات که دوستای عزیز ما اینو فراموش نکنیم که از این وقت سوال حل میکنیم در جواب که میکشیم بفهمیم که در کدام حجره سمو زاوی ما و از روی حجره علامت این میشه که نه در اون صورت باز غلط میشه. یک مثالش برای تا نمی کنیم ببینیم دوست عزیز که درک کنیم. خب این آقایم شما یاد گرفتیم، فراموش هم نکنیم، تکرار کنیم چندین دفعه تا که یادتون بباره. یک سوال است که زاویه در حال میاری است، اما خب میاری مانشه که زل اولش منطبق به جهت مثبت محور اکس است، اما زل دوم نظر به کتابتون رفته میگه در حجره دوم است. در حجره دوم، خب در حجره دوم طبیعی است که کوساین منفی است، چون در حجره دوم بجا ساین و کوسیکن دیگه منفی یکی بر دوست اینه کوساینش. خودش داده ایره اینان شما دیگه نسبت های مثلثاتیش پیدا کنید، باقی مانده شما پیدا کنید، یک کوساینش داده بستن. خب ما چی میگیم؟ قبول. این دستگاه کمیات و وزیم اکس زبر، وای زبر، محل تقاطعشان او. زاویه در حال استاندارد مانشی زل اولش با جهت مثبت محور اکس این منطبقی، این اینجا زل اولش. دومش رفتن حرکت کرده آمده در حجره دو، این حجره اول است تا به اینجا نه آمده در حجره دو، این دیگه رسیدن دقیق در حجره دو. خب ایناره کوساینش منفی یکی بردوش دیگه شما پیدا کنید. ما اول تعریف کوساین باید بفهمیم. کوساین این یک زاویه مساویس و زل مجاور بر وتر، زل مجاور بر وتر. نظر به این ببینیم زل مجاور بر وتر یعنی چی؟ یعنی زل مجاورش یک، زل مجاور منفی هست و وتر دو، وترش دو، منفی هست که برده این زل مجاور میشه چی؟ صورت و مخرج هست دیگه نه؟ خب ایناره چی نامانم از ظل مقابل؟ ظل مقابل مساویس و ثوانیه. ما گفته بودیم بین اینمی سوی ظل یک مثلث یا قایم الزاویه هست دیگه حتما، چرا در مثلث قایم الزاویه کلش مطالعه کنیم. قضیه فیثاغورس ما داریم که آر مربع مساویس و ایکس مربع جمع وای مربع، یعنی مربع وتر مساویس و مجموعی مربع دو ضلع قائم. اگر نام بودیم این ایکس این آر این وای این دیگرام بده است. خب ببینیم که آر داریم چند است؟ دو که مربع شود چار. ایکس داریم چند است؟ منفی یک، منفی یک که مربع شود مثبت یک، جمع وای مربع خودش. این از اینجا یک ای طرف علامش تغییر میکنه، چهار منفی یک وای مربع، از چهار که یک بره سه، خیلی وای مربع مثلی شد چند؟ سه. هر دو طرف جذر بگیم وای مثلی میشه جذر سه، چند میشه؟ این جذر سه. او پیداش این زل مقابل که وای است هم پیدا کنیم جذر سه. اینا رو دیگه شبیه سار با آسانی میتونیم پیدا کنیم. چطور؟ سعی کنین اول ساینشه، ساین الفا مساویس تاریف چی بود؟ زل مقابل بر وتر، زل مقابل چند برام هست؟ جذر سه، و وتر چند است؟ دو. خب این اینجا مهم است، زل دوم در کدام که علامه گفتیم ارزش داره اینه میگه اینا همی زل دوم در کدام حجره است؟ در حجره دو. در حجره دو ساین مثبت است یا منفی؟
ما پیشتر گفتم درجه دو ساین و کوسیکن مثبت است چپش، این هم پس مثبت جدیسی اینش مهم مثلا میشه. کوساینش خودش داده، کوساین الفا زل مجاور بر وطن رو منفیه که بر دو خودش داده، واقعا کوساین هم منفی است. درجه دو تانجانت الفا زل مقابل بر زل مجاور، زل مقابل چند است؟ جذر سی بر زل مقابل بر زل مجاور، زل مجاور چیست؟ منفی یک، منفی است. اگر شما ببینید که از نگاه علامه منفی جذر سی مبره و از نگاه یک که در وجری دوست در وجری دو تانجان منفی است، واقعا منفی جذر سی. اگر علامهش هم نمی بود باید خود ما منفی نشد میکنیم. کوتانجان چطور؟ کوتانجان سرچپی چی از دوست عزیز؟ تانجان یک بر جذر سی، مگر کوتانجان دو منفی است، این منفی یک بر جذر سی، درست؟ خب دیگه چیست؟ سیکن، سیکن سرچپی چیز دوست عزیز؟ سرچپی کوسین، کوسین یک بر دوست، این منفی دوی بر یک یا منفی دو و در حجره دو سیکن تا منفی است و منفی دو میشه. میوره کوسیکن، کوسیکن سرچپی چیز؟ سان، ای جذر سی بر دوست، ای دوی بر جذر سی، دوی بر جذر سی. اما علامه چی؟ مثبت. چرا؟ که در حجره دو گفتیم ساین و کوسیکن مثبت است، دیگرهای چی؟ منفی. فکر میکنم که دوستای عزیز اهمیت علامه را در نسبت های مثلثاتی درک کنیم. انشاءالله که فراموش نخواد کنیم، امیر بیاییم به عنوان یک فعالیت صنفی تکرار کنیم که یادتان نره بسیار دیگه در مثلثات ارزش داره. خب میگیریم دیگه بخیر براتون امیر فعالیت صنفی. فراموش نکنیم فعالیت صنفی ما چی باشه؟ فعالیت صنفی تعیین علامات نسبت‌های مثلثاتی، نسبت‌های مثلثاتی را در چهار اجره، در چهار اجره با مثال، با مثال. بله علیک السلام، بفرمایید. تشکر زنده باشید. یاد میتم سیس برطان پیدا میگم سیس در رقابتی اصف ده دو تا شاگرد عزیز ما بود که با دیلان میکنم، یکی نظیر جان است و دیگهش نادیه، یکی از مکتب توتومدره، یکی از لیسه اشقابات و در صنف 12 سوسن از لیسه اشقابات. من اشارا با دیلان میکنم، خیلی است باز دیگه سوال میتونم کوشش کنیم که برنده شوین. سیس تشکر، تشکر از سواجی، تشکر، خداحافظ. خب دوستای عزیز نورجان با معذرت که یک صدا سر بیتون، یک صدا سر بلند سر این شنیده میگه نمیشه. بله خب، خب دوستای عزیز سوالی که از شاگرد عزیز خود دریافت کردیم، میگم این نسبت های مثلثاتی رو ما چطور میتونیم بدون جدول یاد داشته باشیم، بدون جدول. و ما براتون یک بار دیگر گفته بودم، بازم میگم متوجه باشین. دوستان عزیز ببینید، من گفتم یک روز براتون که صفر یک دو سه چهار اتون اشتا کنید، کلش را تقسیم چهار کنید، متوجه سیم؟ بعد از او باز کلش را دیر جذر بگیرید. سیز این را زوایایی که باید یاد داشته باشه آدم.
از چی شروع میشه؟ از صفر. صفر درجه، بعد از او با 30 درجه، با 45 درجه، با 60 درجه و باز 90 درجه. چند نسبت یاد داشته باشیم؟ 3 نسبت است: ساین الفا، کوساین الفا و تانجانت الفا. اینو می 3 نسبت یاد داشتیم، 3 تا دیگه در چپش هست. صفر تقسیم یک عدد صفر، جذر صفر صفر، پس ساین صفر درجه چیست؟ صفر. 30 درجه جذر یک یک، از 4 دو، خی ساین 30 درجه چند شد؟ یک بر دو. از 45 جذر دو پورا نیست، خودش جذر 4 دو، خی ساین 45 درجه چند شد؟ جذر 2 بر دو. از جذر 3 پورا نیست، خودش از جذر 4 دو، خی ساین 60 درجه چند شد؟ جذر 3 بر دو. 4 تقسیم 4 یک، جذر یک یک، پس ساین 90 درجه چند شد؟ یک. درست و صحیح؟ بله. بفرمایید. بفرمایید. علیکم السلام. بفرمایید. بفرمایید. سوالتون رو بگید. خوشصفی 110. اینم یک مشکلات هست در این مرکز. خب با دیر گپ میزنیم شما مشکل حل میکنیم. صحیح؟ خیر باشه. میفهم. جواب میتین. خیر. صحیح. مشکل هست. کوشش میکنیم. خواهش بمانیم. خب ببینیم وقتی که ساین پیدا کنیم این مین کوساینش چطور پیدا میکنیم. فقط این هم تو روش دور میتین. به این شکل. روش که دور میتین. اینی اول. این هم در اینجا. این میاد جای از این. درست؟ این خودش جذر دوی بر دو. این میاد جای از این و صفر میاد آخر. اینی کوساین شد. فقط رویش دار بتین. تانجان ساین تقسیم کوساین تانجان دست کرد. صفر تقسیم یک دست صفر. این که تقسیم کنی دوهایش خلاص میشه. یک در بالا میمونه، جذر سه در پایان. این عرضش یک چیزه. هر عدد تقسیم خودش یک. ای دو که از ای دو خلاص میشه در تقسیم جذر سه میمونه. یک عدد تقسیم صفر میگن لایتانو یا تعریف لا شده. به این ترتیب سه نسبت مثلثاتی را بدون جدول میتونه آدم پیدا کنه. در کدام صورت؟ در صورتی که یک دو سه چهار یاد آدم نره. این همی عددا که یاد آدم نره یا هم دیگه دامور یاد آدم نمیره. تشکر از سوالتان، امیدوارستم که جوابتان گرفته باشه. خب یک شاگرد عزیز ما یک سوال کرده که اگر اف ایکس ایکس مرا امی یک سوال های است امیر شما حل کنین یکیشه. اگر اف ایکس ایکس مربع جمع یک باشه و جی ایکس یک بر ایکس و لایه های تعریف توابع چیز برای ما و شما از ما خواستم که اینا را شما دریافت کنین. خب ما دوستا عزیز از این سوال ها و مثال ها فراوان براتان حل کرده بودم. من هم میفهم که چطور دوستا عزیز ما فراموششان شده یا چطور. خب بازم من براتان میگم که شاگرد عزیز ما یادشان بیاید. یک تابع داده شده، یک تابع. ببینید یک شک براتان حل کنم حتما یادتان نه. اف ایکس مساویس و x مربع منفی 3. ناهی تعریف از این خواسته شده. ناهی تعریف مساویس و سوالیه. امی تابعی که کسری نبود، کسری نبود، ناهی تعریفش هر قیمت را که ما برای x بتیم در مقابل fx پیدا میشه. یعنی از منفی لایه تنهایی تا با مثبت لایه تنهایی. اینی ناهی تعریفش. تابعی که کسری نبود. اگر تابعی کسری بود مثلا دیگه شه ببینیم جی اکس مساویس با یک بر اکس کسریس نیست. اینا را اگه میگه صفر قیمت بتیم صفر، یک عدد تقسیم صفر تعریف ناشده است. خیلی چی میگیم؟ میگیم جی اکس، جی اکس ناهی تعریفش تمام اعداد است بجز. بله بله. علیکم السلام. بفرمایید. بفرمایید.
بفرمایید سوالتون رو بگید. یک بار دیگه اثر بگید براتون. خب میگم براتون، میگم براتون. خواهش میکنم، خواهش میکنم. خب بالاخره اینم فهمیدین دیگه که تمام اعداد حقیقی ناحیه تعریفش میشه کل اعداد حقیقی منفی اینمی اکس ها که صفر بتیم، اینمی صفر باید ازش کشیده شد، اینی ناحیه تعریفش. تمام اعداد حقیقی منفی صفر، یعنی صفر نباشد. چون اگر صفر بود یک عدد تقسیم صفر دیگه بود جواب ندار. خب انشاءالله که شاگرد عزیز ما گرفته باشد جواب خدا. میمانه یکی شاگردهای عزیز ما که میگه امی فعالیت سینفی را که برای ما گفتین امیر دوباره یک تکرار کنین. دوست عزیز من تو براتون گفتم متوجه باشین دوست عزیز، ما چی بفهمیم؟ ای اجری یک است، ای اجری دو، ای سه یا چهار. ما چی بفهمیم که در کدام حجره کدام نسبتهای مثلثاتی مثبت است کدامش منفی است؟ این بسیار مهم آمده مثلثات. میگم به خاطر از اینکه را یاد داشته باشین شما اینو درک کنید که در اجری اول غیر از در اجری اول تمام نسبتهای مثلثاتی مثبت است. از ساین الفا مثبت است تا به کوسیکت شش نسبت کلش مثبت. انشاءالله درک کنید. در اجری دو بجز ساین، ساین الفا و کوسیکنت سرچپش که مثبت است دیگرانش کلش منفی است. کوساین منفی، تانجانت منفی، کوتانجانت منفی تا آخر. متوجه هستین؟ کوتانجانت الفا منفی. در اجری دو بجز تانجانت الفا و کوتانجانت الفا اینمی دوتا مثبت است دیگرانش کلش منفی است. دیگه چی میمانه؟ ساین الفا منفی، کوساین الفا منفی، سیکنت الفا منفی، کوسیکنت الفا منفی. در این اجره کوساین و سرچپی سیکنت اینمی دوتا مثبت است دیگه رو کلش منفی. ساین الفا منفی، کوسیکنت سرچپیش منفی، تانجانت الفا منفی و کوتانجانت الفا منفی. این درس امروز بود که علامه نسبت های مثلثاتی بود. تشکر از توجهتان شاگرد عزیز. وقت پروگرام سوال و جواب ما ختم، تا ساعت دیگه که در خدمتتان قرار بگیریم.